بسم الله الرحمن الرحیم بنده مشتاق زارا هستم کارشناس ارشد مهندسی خود رو از دانشگاه صنعت ایران و با بحث آموزش مکانیک سیالات مرور و حل تست آزمونه استخدامی در خدمت شما دوستان و دانشجویان عزیز هستم اون چیزی که در این فصل در خدمت شما هستیم و خدمتتون میخوایم توضیح بدیم مفاهیم و کلیاتی هستش که در مورد انواع سیالات وجود داره که باعث میشه که این مفاهیم بخواد تأثیرش رو در روابط ریاضی که ارائه میشه بذاره و در نهایت هم در حل مسائلی که شما با اونها روبرو هستید اما در قسمت اول اون چیزی که مد نظر ما هست سرفصل هایی هست که در شما هستیم و باید توضیحاتش رو خدمت شما بدیم ابتدا تعاریفی رو در این باره ما خواهیم داشت یک توضیحاتی رو در مورد انواع سیالات به شما خواهیم داد و میگیم که چه نوع سیالاتی وجود دارن و چه روابطی دارن و چه نوع مفاهیمی در مورد این سیالات وجود داره در ادامه این موضوع ما ویسکوزیته دینامیکی و سینماتیکی رو داریم و توضیحی رو در مورد ویسکوزیته خدمت شما ارائه میدیم و اینکه اصلا گرانروی یا ویسکوزیته چه مفهومی رو داره پیش میبره در دنیای سیالات بعد ما میایم در مورد کشش سطحی و پدیده کشش سطحی صحبت میکنیم با شما دوستان و توضیح میدیم که به چه صورتی هستش و چه روابطی در اون وجود داره در قسمت بعدی پدیده موینگی رو میایم در موردش توضیح میدیم و میبینیم که پدیده موینگی به چه صورتی هستش و چه روابطی رو خواهد داشت و در انتها هم در مورد تست های تکمیلی و تست هایی که تا کنون از این فصل در آزمون سراسری و میشه گفت آزمون های سراسری استخدامی هستش خدمت شما توضیح میدیم و به صورت کامل حل میکنیم و تشریح میکنیم خدمت شما دوستان در این قسمت در مورد سیال نیوتونی میخوایم که صحبت کنیم و ببینیم که سیال نیوتونی چه چیزی هستش و تعریفی رو ازش بخوایم ما داشته باشیم میگیم سیال نیوتونی یک سیالی پیوسته است که با تنش برشی شامل تغییر میشه خب ببینید توجه داشته باشید سیال پیوسته که با یک تنش یا با یک برهم زدن باعث اختلال میشه و یا پیوستگیش رو از دست میده به این سیال میگن سیال نیوتونی یا در اصل چرا بهش میگن یعنی نیوتونی چون به خاطر اینکه در اصل یک نیروی به اون وارد میشه که باعث میشه که درش تنش ایجاد بشه و اون نیرو یک عکس عملی داره که یعنی عکس عملش میشه همون گسیختگی یا عدم پیوستگی در سیار. که ما در اینجا یک عبارتی رو میایم درش ارائه میدیم که این عبارت جلوتر خدمت شما توضیح خواهیم داشت که به چه صورتی ازش که در این عبارت ما در مورد مو که اون ویسکوزیتی دینامیکی هست هم توضیح خواهیم داشت پس اینجا داشته باشید تا جلوتر خدمت شما ارائه بشه و توضیحاتی رو بخوایم دربارهش بدیم اما بحث بعدی ما سیال قابل تراکم هستش سیال قابل تراکم سیالی هستش که حجم اون داره دستخوش تغییر میشه با تغییر فشار یعنی میگیم آقا اگر که حجم یک سیالی بخواد دستخوش تغییر شود با تغییر فشار اون سیال چی میشه تراکم درش اتفاق پیش میاد یا تراکم پذیر میشه و اگر این اتفاق نیافته دقیقا نقطه مقابل اون هستش بهش میگن چی تراکم ناپذیر یعنی تراکم پذیری در صورتی هستش که حجم سیال تغییر کنه با فشار تراکم ناپذیری دقیقا نقطه مقابل اون هستش اما در بحث بعدی در مورد سیال لزج میخوایم صحبت کنیم یا بحث لزجت رو میخوایم دربارش بگیم میگیم آقا اگر سیال در برابر تغییر شکل بخواد مقامت از خودش نشون بده اون موقع چی میشه اون سیال ما بهش میگیم لزج پس سیال لزج سیالی هستش که در مقابل اینکه بخواد تغییر درش ایجاد بشه یا تنش ها یا نیروها بخوان در اون پیوستگی یا گسیختگی بخوان ایجاد کنن میاد چیکار میکنه مقاومت از خودش نشون میده پس به این سیال میگن سیال لزج اما سیال ایدئال چه سیالیه سیالی هستش که نه حجمش بخواد تغییر کنه و نه مقاومتی بخواد نسبت به تغییر شکل داشته باشه خب چرا ما میگه اگر حجمش تغییر نکنه و یا مقامتی نخواد داشته باشه پس به این دلیل ما میتونیم بگیم که چی سیال ما ایدئال هستش یعنی حجمش تغییر نمیکنه مقامتی هم از خوش نشون نمیده چون تغییر درش ایجاد نمیشه پس به این دلیل سیال ما ایدئال هستش پس سیال تراکم ناپذیر غیر لزج رو ما بهش میگیم سیال ایدئال اما در ادامه یه تعریفی رو ما از فشار داریم دو نوع فشار رو ما می توضیح میدیم که عملا تو ازش استفاده میشه فشار اول فشار مطلق هستش فشار دوم فشار نسبی فشار مطلق میگه فشار ما نسبت به خلا ببینید خلا یه طرفی از این بحث ما هستش که چیه هیچی وجود نداره پس فشاری که نسبت به هیچی هستش میشه فشار مطلق یعنی یه فشار خالصی هستش که ما در اینجا خواهیم داشت اما در اونور فشار نسبی چیه میگه فشار ما نسبت به اتمسفر یعنی یک طرف قضیه ما اتمسفر هستش پس میتونیم بگیم اگر فشار ما نسبت به چیزی باشه که وجودی نداره نه این یه هیچ هی چیزی وجود نداره پس میگیم فشار ما مطلقه اما اگر فشار ما نسبت به اتمسفر باشه نسبت به یک چیز دیگه ای بخواد باشه میگن نسبت به اون فشار داریم پس میشه فشار نسبی در بحث بعدی ما گفتیم که خدمت شما ویسکوزیته رو ارائه میدیم ویسکوزیته ما به صورت دینامیکی و سینماتیکی هستش که عملا ما ویسکوزیته سینماتیکی رو به شما توضیح میدیم و بعد از اون میگیم که آقا چه رابطه ای با دینامیکی داره و چه تأثیری داره ویسکوزیتی سینماتیک به این صورت هستش که ما میگیم مو بر روی رو یا چگال در یک سرعت یعنی اگر که ما یک سیالی داره با یه سرعتی در اینجا رد میشه میبینید این سیالو داره با یک سرعتی چه میشه اینجا روی این سطح ما روی این دیواره ما داره رد میشه حالا این سیال ما یک لزجتی داره یک گرانروی داره یا یک سفتی نسبت به این رفتن روی این دیواره یا این سطح داره و این سیال ما یک چگالی هم داره پس اگر ما بخوایم بگیم که ویسکوزیته ما چه رابطه با سیال داره یا سه ویسکوزیته سیال چه رابطه با موارد دیگه اون سیال داره میگیم آقا رب داره به چگالی اون سیال و همچنین سرعت اون سیال بر روی این دیواره یا اون سطحی که ما در اینجا خواهیم داشت پس ویسکوزیتی سینماتیکی که با علامت مو نمایش داده میشه میشه رو در یو یعنی چگالی یک سیال در سرعت یک سیال میشه ویسکوزیتی سینماتیک اما اگر اون رو بخوایم چیکار کنیم بخوایم در یک پروفیل سیال در نظر بگیریم که به صورت خطی همونطور که داریم میبینیم داره حرکت میکنه و در اون تنش ایجاد میشود رو میتونیم میگه ویسکوزیته دینامیکی یعنی چی دوستان یعنی اینکه این, این سیال ما این ویسکوزیته که در اینجا اتفاق میفته بخواد چیکار کنه همراه بشه با یک حرکتی که شامل تنش بشه در این سیالی که ارتفاع h داره یا ایگرگ نسبت به این دیواره فاصله داره و داره یک سرعت u هستش که ما میگیم یک جزی از این سیال با سرعت u و یک فاصله جزئی از این دیواره که ایگرگ هستش رو بخواد این ویسکوزیت درش اعمال بشه باعث تنش میشه و این تنش باعث حرکت دینامیکی میشه و سیال نیوتونی ما رو دستخوش تغییر میکنه و یا میتونیم بگیم پیوستگیش رو به هم میزنه پس میتونیم در اینجا بگیم که این سیال ما یا این ویسکوزیته ما به حالت دینامیکی تبدیل شده اما یه نکته ما در اینجا ده میگیم آقا اگر افزایش دما ما بخوایم داشته باشیم از اون ور باعث میشه که لزجت سیال ما لذت همون ویسکوزیته هستش لزجت یا ویسکوزیته سیال ما بخواد دست خوش تغییر بشه حالا اگر سیال ما به صورت گاز باشه یا اینکه سیال ما به صورت ما ما مایع باشه ما به سیال مایع میگیم همون سیال اما سیال گازی رو گاز چون داره حرکت میکنه خب سیال به معنی حرکت کردن هستش حالا اگر که بخواد حرکت ما به صورت مایه باشه یا به صورت خطی باشه میگن سیال مایه یا سیال اما اگر سیال ما یا حرکت قهوه‌ای مانند داشته باشه که همون تعریفی هستش که شما در گذشته خوندید یا حرکتی داشته باشه که بخواد غیر خطی باشه و در یک فضا بخواد پخش بشه اون سیال ما بهش میگیم چی حالا اگر افزایش دما ما بخوایم داشته باشیم این ویسکوزیته گازی ما یعنی سری ما اگه گاز باشه ویسکوزیتهش افزایش پیدا میکنه یعنی این موه ما اینجا افزایش پیدا میکنه و در نقطه مقابل اون در حالت مایع ویسکوزیته چی میشه کاهش پیدا میکنه من مثالی برای شما میزنم مثلا توجه داشته باشید در روغن موتور ما میگه روغن موتور یک گران داره میگن آقا گران روی موتور خیلی مهمه گران روغن موتور خیلی مهمه چرا چون در مقابل افزایش دمای موتور باید چیکار کنه از خودش یک مقاومتی نشون بده یعنی یک لذتی از خودش نشون بده میگن آقا روغن این موتور به درد نمیخوره چرا چون گران پایینه یعنی چی یعنی در مقابل اون افزایش حرارت از خودش چی؟ اون خاصیت رو نشون نمیده مثل یه مایع و آب میشه دیگه نمیتونه اون بر فرض مثال اون لوبریکیشن یا اون به قول معروف چی روغن کاری خوبی رو در موتور بخواد انجام بده. در اسلاید بعدی ما در مورد کشش سطحی و پدیده کشش سطحی میخوایم با شما صحبت کنیم. ببینید کشش سطحی چی هستش؟ ما میگیم نیرویی به این سطح داره وارد میشه و از اون طرف اون سطح هم داره به اون نیرویی که به سطحش داره وارد میشه داره نیرو وارد میکنه یعنی یک عمل و عکس العمل اینجا اتفاق میافته ببین نیرو در سریال برخلاف زیر جامد میشه فشار یعنی یک فشاری از بیرون به یه سطح داره وارد میشه میبینید این قطره آب رو یعنی این قطره آب داره از بیرون نیرو وارد میکنه خود این سطح هم داره به این قطره نیرو وارد میکنه و این نیرو یا این فشاری که از بیرون و درون دارن به هم دیگه وارد میشن یک پدیده رو ایجاد میکنن به نام کشش سطحی چه مبحثی هستش که من در خدمتتون توضیح میدم حالا این تغییر فشار چه جوری داره دیده میشه ببینید توجه داشته باشید ما گفتیم یه قطره از آب بر روی سطح ببینید یک سطحی که ما در اینجا داریم یه سطح آبی که داریم یه قطره یا یک مثلا برفرض فرض یک جسمی رو ما روی آب میایم میذاریم همون اول اگر چگالی کمتر از آب بخواد باشه داخل آب فرو نمیره رو سطح آب میمونه اما وقتی رو سطح آب میماند پدیده کشش سطحی در اینجا اتفاق میفته یعنی سطح ما چی میشه شامل کشیدگی میشه و باعث میشه که چی یک انحنایی در داخل آب به وجود بیاد اما اون جس داخل سیال نخواد بره نرفتن اون رو بهش میگن تغییر فشار یعنی تغییر فشاری که دو نیرو به هم دیگه وارد میکنن میشه گفتش که باعث میشه که این کشش در اینجا اتفاق بیفته حالا ما چی میگیم ما میگیم که آقا اگر که بخواد این تغییر فشار بخواد در اینجا اتفاق بیفته شامل این اتفاقات میشه میشه گفتش که یک تنش در اینجا ما داریم و یک شعاع که در اینجا ما خواهیم داشت درسته ما میگیم آقا اگر که بخوایم پی رو منهای پی کنیم یعنی اگر که بخوایم فشار رو از حالت بیرون به حالت درون آب یعنی بیرون و درون آب دو تا فشار متفاوت داره اگر بخوایم از هم دیگه کم کنیم یا اختلاف فشار محیط بیرون و درون رو بخوایم حساب کنیم برابر ازش با اون تنشی که در آب ایجاد می نسبت به اون مقدار شعاع یا انحنایی که در آب چیکار میکنه اتفاق میفته که این فرمول رو چی میشه به ما میده بعضا موقع شده که در آزمون ها همین فرمول رو میاد سوال میدن میگن آقا فرمول کشش سطحی یا اختلاف فشار محیط بیرون درون چی هستش که من خدمت شما اینجا گفتم اما همین فرمول اگر بخواد که نسبت به حباب یا مثلا قطره بخواد باشه چه جوری میشه مثلا در حالت اول اگر قطره بر سطح آب بخواد باشه ببینید قطره به چه صورتی هستش آردو با آر یک ببینید قطره به صورت یک کره است پس میتونیم بگیم شعاع در همه قسمت اون قطره یکسان خواهد بود پس به این ترتیب میتونیم بگیم R2 با R1 برابر خواهد بود و در اینجا میتونیم بگیم که چی میشه یک آر دوم یا دو آر رو میاد اینجا چیکار میکنه ایجاد میکنه پس اگر آر دو با آر یک برابر بشه اینجا ما میتونیم بگیم که آر یک میشه بالا میشه چی دو تا آر یک دیگه درسته یعنی در هر صورت ما میگیم آر دو در آر یک که میشه آر به توان دو بعد از اینجا بگیم آر دو به اضافه آر یک میشه دو آر پس میشه دو آر به آر دو یه آر هم که با آر ساده میشه پس میشه دو به روی آر در اون تنش ما که سه با علامت چی سیگما در اینجا نمایش داده میشه پس میشه دو سیگما به روی آر پس در اینجا ما میخوایم در نظر بگیریم که اختلاف فشار محیط بیرون در این یا کشش سطحی در حالتی که یک قطره بخواد بر سطح آب باشه چون آر دو با آر یک برابر هستش برابر خواهد بود با دو سیگما بر روی آر اگر بخوایم بگیم که در اینجا ما بخوایم حباب بر روی سطح آب داشته باشیم حالا اگر حبابی رو ما بخوایم بر روی سطح آب داشته باشیم ما میگیم که این حباب ها میشه چهار مو بر روی آ چهار مو بر روی آر در اینجا خواهد شد چرا چون به خاطر اینکه همونطور که ما میدونیم یه قطره آب در چه صورتی به حباب تبدیل می شود بخواد که چند تا قطره در کنار همدیگه باشه پس عملا حباب از قطره بزرگتر یعنی اگر شما میخواید حفظ کنید این فرمول رو میگه حباب میشه چ... چند تا قطره فرض کنید شما دو تا قطره در کنار هم بذارید مثلا بر فرض مثال شما وقتی می آب رو داغ میکنید و به خود جوش میرسه حباب ها از کف اون آب به سطح آب میاد چند تا حباب با همدیگه دیگه میان رو سطح آب پس میتونیم بگیم حباب مجموعی از قطره ها هستن پس میتونیم بگیم که حباب میشه مثلا بر فرض مثلا دو تا قطره و در اینجا تو فرمول میشه چی چهار مو روی آر پس در اینجا توجه داشته باشید که حباب مجموعه ای از قطره ها خواهند بود اما در بحث بعدی اگر ما جت سیال بخوایم داشته باشیم یعنی مثلا به روی یک سطحی که در اینجا وجود داره بخوایم با جت آب یا یک مثلا چیزی که یک ونتوری مانندی بخوایم آب رو داخل ونتوری رد کنیم و روی یه دونه مثلا سطح بخوایم بپاشیم مثل چی مثلا شما کارواش اتومبیل میایید میبینید میبینید که در اونجا یک فردی هستش که میاد با یک مثلا میله خیلی بلندی که سرش یه حالت جت آبی داره میاد به روی ماشین شما آب پرفشوری میاد و اون که عملا میاد آب رو با باشه میگن جت سیال یا جت آب بهش در اینجا گفته میشه یا دستگاه جت سیال بهش گفته میشه که در اینجا ما میگیم که سیگما به روی آر هستش چون اگه توجه شما داشته باشید ما اون قطره آبی که وجود داره رو میایم چیکار میکنیم پودریش میکنیم به صورت جت میایم در اینجا میپاشیم پس میتونیم بگیم که در اینجا اون عدد ما کمتر از اینه پس میشه چی سیگما بر روی آر پس اگه بخوایم اینجا باشه چون به خاطر اینکه به صورت پودری اون سیال یا اون قطره به روی سطح داره پاشته میشه پس میگیم سیگما بر روی آر یعنی باید اون کسر ما یا اون دلتا پی که ما در اینجا داریم کمتر از حالت حباب یا قطره بخواد باشه اما در حالت بعدی نیروی کشش سطحی اگر بخوایم ما در اینجا داشته باشیم یا بخوایم در مورد نیروی کشش سطحی بخوایم صحبت کنیم و جدا از این بحث قطر و حباب و جت سیار نیروی کشش سطحی ما میشه اون سیگمایی که بخواد به طولی از سطح وارد بشه پس اون تنشی که بخواد بر یک سطح وارد شود رو میگه ما نیرو چرا توجه داشته باشید همونطوری که شما مثلا در استاتیک یا در دروس دیگه در مکانیک داریم میخوریم بگیم تنش میشه نیرو به روی پس اگر ما تنش رو بخوایم ضبط در سطح ما یا اون مقداری از طول سطح ما بخوایم بکنیم برابر نیرو میشه پس همون استاتیک با این تفاوت که ما اینجا به نام کشش سطحی داریم اونو میگیریم یعنی میگه نیرویی که این قطره بر این سطح داره وارد میکنه میشه اون تنشی که این قطره داره به این سطح ال به اندازه ال ما داره چی میشه وارد میکنه پس این میشه چی کشش سطحی و اون نیرویی که کشش سطحی داره چیکار میکنه ایجاد میکنه یا این قطر داره بر این سطح ایجاد میکنه که بهش میگن کشش سطح که ما توضیحاتش رو به کامل خدمت شما داریم اما در مورد پدیده موینگی میخوایم صحبت کنیم که عملا آخرین پدیده هستش که ما در موردش میخوایم صحبت میکنیم میگه آقا اگر یک لوله شیشه ای بخواد در داخل آب یا جیوه بخواد وارد بشه باعث میشه که ارتفاع سیال ما بیاد چی بالا شما مثلا توی لیوان میای چیکار میکنی آبی رو میای میریزی یه روی یک جیوه میای داخل اون لیوان میری. حالا میای یه لوله رو واردش بکنی طبیعتا شما همینجوری هم یک یخ داخل یه آب میندازی آب سطحش میاد بالا یا ارتفاع سیال چی میشه میاد بالا پس ما میایم در اینجا میگیم که اگر ما یک لوله شیشه رو وارد آبی یا جیوه کنیم باعث چی میشه باعث این میشه که ارتفاع سیال ها بخواد بیاد چی بالا خب حالا توجه داشته باشید اگر سیالی که داخل این لیوان ما هستش یا داخل این کانتینر ما هستش یا هر چیز دیگه ای هستش دو حالت داره یا آب یا جیوه است. حالا اینا دو حالت ایجاد میکنن ببینید توجه داشته باشید. ما میگیم این لوله وارد آب یا جیوه داره میشه. اگر که این لوله وارد آب یا جیوه بخواد بشه، اینم سطح آب هستش. باعث میشه سطح آب به سمت بالا و یه ارتفاعی رو نسبت به سطح بخواد داشته باشه. ببینید علامت سطح آبه اگر این لوله بخواد وارد آب یا جیوه بخواد بشه در اینجا، این سطح آب ما میگیم چی میشه؟ ارتفاعش میره بالاتر. این یه زاویه ای ایجاد میکنه توجه داشته باشید در قسمت بعد میگه باقا این سیال ما یه زاویه ایجاد میکنه یا حالت اینجوری میشه یا اینکه حالت اینجوری میشه خب یعنی یا آب به این صورت میشه یا اینکه جیوه اینجوری میشه کدومش حالا ما میایم اینجوری میگه میگه اگر زاویه تتا ما این زاویه که اینجا هست بخواد کمتر از 90 درجه باشه یا بخواد بیشتر از 90 درجه باشه پس میتونیم اینجوری بگیم پس اگر که لوله وارد این سیال ما شد و باعث شدش که این سطحی که داره اینجا ایجاد میشه بخواد به سمت عقب نشینی کنه یا تتای ما کمتر از 90 درجه بشه میشه آب اما اگر که به این صورت بشه یعنی حالت گمبدی شکل بخواد بشه و تتای ما بیشتر از 90 درجه بشود میشه چی جیبه پس یعنی یکی این مفهومی که باعث میشه که ما بفهمیم که میگن لوله رو داخل یک سیال کریم شما تشخیص بده این آب یا جیبه است توجه به این زاویه میکنه اگر ای که داره اینجا وارد میشه بخواد کمتر از 90 درجه باشه میگم اون سیال آبه اما اگر زاویه که بخواد در اینجا ایجاد بشه بیشتر از 90 درجه بخواد باشه اون چی هستش جیب است حالا ارتفاع سیال رو هم ما باید در اینجا حساب کنیم یکی از سوالاتی که در اینجا ایجاد میشه ارتفاع سیال هستش میگه آقا اگر همین لوله‌ای که ما اینجا داریم بخواد وارد یک کانتینر یا یه لیوان آبی بخواد بشه ارتفاع سیالی که بالا میاد میشه دو برابر تنشی که ایجاد میشه در کوسینوس اون زاویه تقسیم بر گاما آر گاما میشه چی؟ روجی روجی یعنی چی؟ یعنی چگالی زب داره عملا چی میشه؟ اون گرانش زمین میشه پس روجی میشه گاما زب در آر یا اون شعاع لیوانی که با یا اون شعاع لولهی که داخل اون لیوان میشود پس میشه گاما در آر برای ارتفاع سیال به چه صورتی خواهد بود ارتفاع سیال میشه دو سیگما کوسینوس تتا در گاما آ. خب من تک تک به شما میگم ارتفاع سیال میشه مساوی براستش با دو برابر سیگما یا همون بر فرض مثلا تنش در کوسینوس زاویه‌ای که هستش حالا بستگی داره آب باشه که کمتر از 90 درجه است قطعا جیوه باشه که بیشتر از 90 درجه است پس ما برای آب به انتظار داریم که تتا کمتر از 90 درجه باشه برای جیوه انتظار داریم تتا بیشتر از 90 درجه باشه پس ما میگیم دو سیگما کوسینوس تتا یعنی دیگه خودتون مثلا تو خود امتحان میدن یا یعنی اینکه مثلا 90 درجه سربی 20 است که خودتون دیگه مثلا بعد بدونید کوسینوس زاویه‌ای که مثلا به خیلی معروف هستن تقسیم بر گاما در آر گاما در آر میشه گاما میشه روجی یعنی چگالی زب داره شتاب جاذبه پس اگر ما در اینجا بخوایم میگه روجی زب داره آر بخواد بشه آر هم میشه اون شعاع لوله‌ای که داره وارد این بر فرض مثال اون لیوان یا اون کانتینر ما میشه از طرف دیگه اگر ما دو صفحه موازی داشته باشیم که با فاصله D هستن مثلا بر فرض مثال دیگه یه دونه کانتینر مثلا نباشه یا مثلا یه جای دایره نباشه یا مثلا بخواد یه جایی باشه که دو تا صفحه موازی هستن که با فاصله D هستن و توش دا مثلا آب ریختیم یا مثلا جیوه ریختیم داخلش اگر دو صفحه موازی بخواد باشه فقط کافیه به جای اون شعایی که اون لوله میخواد واردش بشه بخواد مثلا چی بشه اون دی در اینجا بخواد باشه یعنی فاصله بین دو صفحه‌ای که ما در اینجا وجود داره بخواد باشه پس ما میگیم, میگیم ارتفاع سیال ما در حالتی که یک کانتینر دایره‌ای داشته باشیم یا یک بر فرض مثال لیوان دایره‌ای بخواد نزدیک داشته باشیم به شعاع آر برابر استش با دو سیگما کسینوس تا تقسیم بر گاما آر اگر دو صفحه موازی داشته باشیم که اینا دایره نیستن و فقط با فاصله دی از همدیگه قرار گرفتن میشه دو سیگما کسینوس تا تقسیم بر گاما در دی یا او اون فاصله که در اونجا قرار داره در قسمت بعدی ما توضیحات در مورد تستی که در آزمون استخدام اومدن میایم خدمت شما ارائه در اینجا سال رو با هم میخونیم میگه سیال لزج بین دو صفحه موازی به فاصله h در حال حرکت. پس سیال لزج یعنی چی؟ یعنی در اینجا یک مقاومتی در برابر اون تغییر شکل داره. به فاصله H در حال حرکت بین دو صفحه ای که در اینجا ما خواهیم داشتیم که به فاصله H هست هم دیگه چی هستن قرار گرفت و ویسکوزیته سیال از صفحه یک به صفحه دو داره تغییر میکنه یا یعنی ویسکوزیته یعنی چی؟ این لذت ما در صفحه یک ما موسفره در صفحه دو ما دو موسفر هستش در اینجا درسته؟ پس پایینی لذتش یا سیال ما در این صفحه ویسکوزیته موسف داره اینجا ویزکوزیته دو مو داره و داره این سیال ما با سرعت یو داره چی میشه به فاصله اچ از این سطحی که ساکنه داره یا این دیواری که ساکنه داره هر شد حالا کدام گزینه در مورد تنش برشی در صفحه یک و دو درست میباشد ببینید سوال چی میگه ما میگه صفحه دو نسبت به صفحه یک در ازای دو موسف نسبت به موسف خب چه تغییری داره ایجاد میشه درش یا تنش شما چه تغییری میکنه درش ببینید ما رابطه داشتیم رابطه رو من اینجا میارم میگم تو برابر استش با مو دیو به دیو یک دیو به دیو میگیم حالت جزئی از سرعت یا مثلا یه نقطه از اینجا در نظر بگیریم که یک سرعتی از این سیال در این فاصله ایگرگ از این میشه چی عملا دیو به دیو یک خب میگه اصلا ما کل این رو باید خواهیم در نظر بگیریم پس اصلا کلا بحث ما چی هستش کل این سیاله پس ما این قسمت اصلا در نظر نمیگیریم میگم آقا این قسمت هست تو ما یا اون تنش برشی ما که ما با تو اون رو نمایش بدیم برابر استش با مو یعنی با مو رابطه خطی داره یعنی اگر مو هر بلایی سرش بیاره هر اتفاق براش بیفته تو هم همون اتفاق براش بیفته ما میگیم آقا در صفحه دوم مو ما دو برابر شده پس میتونیم بگیم تنش در صفحه بالای ما دو برابر تنش در صفحه پایینی ماست یا در اصل میتونیم بگیم طبق گزینه ما برابر که نیست صفحه دو ما کوچیک هم که نیست صفحه دو ما بزرگتر از یک. میگه بستگی به گاز یا مایع بودن داره اصلا ربطی به این موضوع نداره یعنی توجه داشته باشید ما گفتیم ویسکوزیته ربطی مگه به گاز یا مایه بودن داره نه ما میگه ویسکوزیته یک خاصیتی از یک ماده است رفتی به گاز بودن یا حالت فیزیکی اون نداره پس تنها گزینه که درست هستش ما میتونیم بگیم که گزینه الف هستش که ما در اینجا خواهیم داشت که اینجا ما زیر نوشیم که تنش برشی به ویسکوزیته سیال رب داره و عملا هم ویسکوزیته هیچ رفتی به گاز بودن یا مایی بودن نداره و در صفحه دو بیشتر از صفحه ی یک هستش اما تا تست بعدی ببینیم چی هستش که چه چیزی رو از ما میخواد خب سال بعدی به ما چی میگه میگه که آب درون لوله ای با توزیع سرعت یو ایکس برابر استش با یو ماکس در یک منهای آر به روی آر به توان دو پرانتز بسته یا کروشه بسته جاری است پس ما میتونیم بگیم آب در لولی با این توزیع سرعت وجود خواهد داشت حالا تنش در دیوار بر حسب سرعت متوسط چقدر خواهد پس ما تنش رو در دیواره میخوایم این یه نکته بر حسب سرعت متوسط میخوایم اما ببینیم راه حل ما به چه صورتی هستش در اینجا میگه آقا اون یو ایکس برابر با یو ماکس و در اون عبارت خیلی بزرگ و خفنی که در اینجا وجود خواهد داشت ما در اینجا داریمش ما میگیم تنش رو مگه نمیخوایم تنش رابطه داشت مو دی یو به دی آر اما چرا دی آر مگه دی ایگرگ نبود چیزی که شما به ما گفتید ببینید شما چون در داخل لوله هستی پس میگی آقا یک جزئی از آر یعنی چی؟ یعنی در راستای شعا هستش پس میگی در اینجا یو ایکس برابر یو ماس یک بره یکی یک آر به آر دو پس میگیم در اینجا توی ما میشه چی؟ میشه مو دی یو به دی آر اما این منفی به چه خاطر هستش در اینجا؟ این منفی که ما در اینجا داریم به خاطر اینکه میگه آقا آب در لوله با توزیع سرعت یعنی چی یعنی سیال ما ایدئال نیست دارای لزجته یعنی سرعتش هر چقدر در اون لوله بره جلو چه میشه کمتر میشه یا تابعی از این درش وجود داره تابعی یا رفتار سیال ما طبق این تابع داره چی میشه تغییر میکنه دست خوش تغییر میشه پس میتونیم بگیم تنش ما در راستای کم کردن سرعت سرعت قطعا اون سرعت آخر نخواهد بود پس میشه کمتر از اون دیگه درست پس یه منفی میخوره حالا میایم جلو میگیم آقا دی او به دی آر از ما چی رو میخواد وقتی میگیم دی یو به دی آر یعنی یک مشتق یا جزئی از سرعت اون سیال که در راستای آر ازش وجود داره مفهوم این دی او به دی آر یعنی یعنی یک مشتق از این عبارت بگیر نسبت به آر کوچک خب باشه من میام مشتق میگیرم میگم منفی مو یو ماکس دو آر برای آر دو یه منفی هم پوش بخور چون اینجا منفی داره یک کم که اینجا چی میشه مشتق صفر رو میره چون این آر دو اینم آر بتن دو این میشه دو آر چون نسبت این مشتق گرفته این آر دو اینجا میم. حالا میگه تنش رو با اینجا در آوردیم حالا نکن میگه تنش در دیواره دیواره یعنی چی یعنی از این ور صد یا اون ور یعنی آر با آر بزرگ برابر یعنی کل صد رو بیا از این دیوار به اون دیوار بیا چاکو تی کن پس آر با آر برابره اینجا هم ساده میشه پس این عبارت ها میشه دو مو یو ماکس بر روی آر حالا به ما گفته بر سرعت متوسط سرعت متوسط یعنی سرعتی که در مرکز این لوله وجود داره پس میتونیم ما در اینجا بگیم که آقا این سرعتی که در وسط این لوله وجود داره میشه سرعت این ور یعنی این ور دیوار به اضافه اون ور دیوار تقسیم بر دو پس میشه آر تقسیم بر دو پس میشه آر دوم یعنی این آره که اینجا هست میشه آر دوم پس یه دو هم میندازه بالا میشه چهار مو یو ماکس آر حالا یو ماکس چرا شده یو بار چرا چون سرعت ما متوسطه دیگه پس میشه چی یو بار پس جواب میشه چهار مو یو بار یعنی یوی که در اینجا بین اینا هست تقسیم بر آر که ما در اینجا گزینه دو رو یا گزینه بی ما درست خواهد بود با فصل دوم آموزش مکانیک سیالات مرور به حل سه آزمونه سخت در خدمت شما دوستان عزیز و دانشجویان گرامی هستم اون چیزی که ما در این فصل خدمتون ارائه میدیم و مباحث بسیار مهمی در آزمون استخدامی هستش رو با همدیگه خواهیم دید ابتدا ما میبینیم که مفاهیم و مقدماتی رو خدمتون ارائه میدیم و میبینیم که این مفاهیم و مقدمات چه تاثیراتی رو بر محاسبات ما در ادامه این فصل خواهد داشت در بحث بعدی ما محاسبه نیرویی که بر سطوح تخت یا در دریچه های تخت که در داخل آب یا سیال دیگه قرار می گیرن خواهیم پرداخت در بحث بعدی نیروهایی که بر سطوح خمیده که در داخل آب یا سیالات دیگر قرار می گیرن خواهیم پرداخت و می‌بینیم که چه فرمول هایی که چه روابطی در اونها حاکم هستش و همچنین در بحث بعدی قانون عرش می دوست و اینکه چه رابطه ای داره و چه قانونی رو در سیالات حکمفرما فرما در اینجا خواهیم پرداخت و در بعد هم در انتهای کار تست هایی که در آزمونه استخدامی سالهای گذشته اومده از این فصل رو و نمونه سوالات بسیار مهم هستش رو ما خواهیم پرداخت بهشون و توضیحات تکمیلی رو خدمت شما خواهیم داد. بسیار خوب در ابتدای کار ما در مورد مفاهیم و مقدمات میخوایم توضیحاتی رو خدمت رو بدیم. اولین مفهومی که ما داریم در مورد قانون پاسکال هستش. قانون پاسکال میگه که آقا اگر سیال شما ساکن بودش یعنی یک سیالی ساکن در یک جا بود فشار مستقل از جهت یعنی فشاری که بر این سیال داره وارد میشه مستقل از این هستش که سیال مثلا در راستای x بخواد باشه در راستای y بخواد باشه یا در راستای z بخواد باشه یعنی هر نقطه از این سیال دارای یک فشار هستش یعنی فرق نداره که بر فرض مثال شما در راستای x فشارش رو در نظر بگیرید یا در راستای y بخواید در نظر بگیرید یا در راستای z پس سیال ساکن دارای یک فشار در همه جهات هستش و مستقل از جهت هست بسیار خوب مفهوم بعدی ما اختلاف فشار بین دو نقطه از سیال ساکن و غیر قابل ترکم پس اگر سیال ما باز هم بخواد ساکن باشه بین دو نقطه مثلا این نقطه و این نقطه از این سیال میخوایم که فشار یا اختلاف فشار رو حساب کنیم میگیم آقا اگر بخوایم ما در اینجا پی زد مثلا نقطه زد رو در نظر بگیریم اگر بخوایم پیش رو حساب کنیم میگیم اون پی اولیه ما اون فشار اولیه ما که مثلا نقطه اولیه ما هستش نسبت به این نقطه چه اختلاف فشاری داره میشه چی دوستان لاندا زد لاندا زد یعنی چی یعنی روجی جی زد z یعنی ارتفاعی که این نقطه نسبت به این نقطه داره و روجی هم چگالی سیال زب داره جی یا شتاب گرانش که 9 8 یا حالا در بعض آزمون ها اگه بخوام بدن 10 در نظر میگیریم هستش بسیار خوب بحث بعدی هم در مورد خطهای اندازه لوله موین هستش که ما لوله موین رو بسیار کامل و شفاف در فصل قبل خدمتون توضیح دادیم اما اون چیزی که برای ما مهم هستش اختلاف ارتفاعی هستش که ایجاد خواهد شد که این اختلاف ارتفاع همون خطای اندازگیری ما در اینجا خواهد شد اسلاید بعدی ما میبینیم که نیروی وارد بر سطوح تخت به چه صورتی محاسبه خواهد شد میگه آقا اگر سطح تخت ما به صورت مستطیل یا مربع باشه یعنی چی یعنی یه شکل منظم یا منتظمی بخواد داشته باشه روش حل ما منشور فشار هستش پس روش حل ما منشور فشاره. حالا میگی خب منشور فشار یعنی چی؟ میگه آقا اگر مثلا در یک سیالی که ما در اینجا داریم که اینا سطح آب هستش اگر به اندازه H از اون بخوایم بریم پایین و یک دریچی رو مثلا اونجا تعبیه کنیم که این دریچه مستطیل یا مربع باشه که این کناره این دریچه است داره نشون میده بر این دریچه قطعا از طرف این سیال نیرو وارد میشه پس میتونیم بگیم که یک نیرویی بر این دریچه وارد خواهد شد که این نیرو باعث ایجاد فشار میشه ما میگیم نیرویی که بر سطح یک دریچه یا هر جسم دیگری داخل یک سیال وارد خواهد شد برابر استش با فشار حالا ما میگیم پروفیل این صفحه ما یه مستطیله یعنی این صفحه ما رو اومدیم چیکار کردیم اومدیم چرخوندیمش از بغل داریم بهش نگاه میکنیم یه پروفیلی هستش که یک ارتفاع دی و یک ارز W داره و این داخل آب قرار گرفته و در وسط این یعنی تمام این سطح اینجا داره چی میشه نیرو به صورت گسترده وارد میشه حالا این نیرویی که بر این سطح وارد میشه خب کدومش مهمه میگیم روش منشور فشار میگیم ما یک منشوری رو اینجا میای میکشیم جلوتر میگیم که آقا اگر از سمت بالا به سمت پایین بیایم یعنی از سطح آب به عمق آب بیشتر بخوایم بریم فشار بر دریچه بیشتر خواهد شد میبینیم که اندازه این فلش فشار اندازه این فلش فشار چقدر هستش دوستان بیشتر از حالتی هستش که نسبت به اول این منشور هستش پس منشور فشار داره میگه آقا این الان روند فشار ما هستش حالا این فشار ما شامل دو تا نیرو میشه یعنی نیرویی که بر این وارد میشه که حالا مثلا اینجا نسبت به سطح آب بیشتر هستش یا ابتدای این منشور بیشتر هستش این نیرو دو جا مهمه یکی نیرویی که دو سوم نسبت سطح آب فاصله داره یکم نیرویی که یک دوم نسبت به سطح آب فاصله داره حالا میم اینجا میبینیم میگیم F1 عمقش چقدره H یعنی اون چیزی که از سطح آ فاصله داره به اضافه دی دوم دیگه درسته این ارتفاع مستطیل که ما یا دریچه ما در اینجا چی هستش دیه دیگه F2 دی دوم این قرار داره F1 در اینجا در دو سوم فاصله دو سومی از کجا از این دیه یعنی چی یعنی این میگه این نقطه اینجا که هستش H بیای پایین از این نقطه تا اینجا دو سوم این منشور هستش پس اف یک عمقش میشه اچ به اضافه دو سوم دی اف دو عمقش میشه اچ به اضافه دیرو. حالا میگه اگر ما افها ها رو با هم جمع کنیم میشه یه نیروی برایند دیگه یعنی جمع نیروهایی که بر این پروفیل مستطیل شکل ما یا این درجه مستطیل شکل ما داره وارد میشه حالا اگر اینو بیایم برابر بذاریم با نیرو یا فشاری که بر مرکز سطح این پروفیل وارد میشه زب در آ یا سطح این که میشه WD در این سرائه میتونیم معادله تعادل رو اینجا برقرار کنیم بسیار خوب حالا اینو توضیح میدیم بیشتر در تست هایی که در آزمونه استخدامی بوده و ببینیم که چجوری در اونجا در ادامه خواهیم دید. اما اگر سطح تخت ما به صورت مستطیل یا مربع نباشد بازم ما از روش منشور فشار استفاده میکنیم حالا این تفاوتش چیه میگیم که آقا اگر ما در اینجا یه سطحی داشته باشیم که اصلا منظم نیست یعنی غیر مستطیل یا مربع در این حالت دو تا چیز برای ما مهمه یکی خب ارتفاعی که از سطح آب نسبت به مرکزشه که همون پی که من در همین استید قبل بهتون گفتم حالا اینجا دیگه پی سی وجود نداره پی که توی نقطه دیگر خواهد بود یعنی فاصله سطح آب تا نقطه دیگری از این پروفیل ما یا این دریچه ما که داخل آب قرار گرفته و این هم داره یه مومان اینرسی حالا چه تأثیری داره رو ما میبینیم اینجا میگه آقا الزامات حل چیه؟ این که ما بخوایم نقطه اثر نیرو رو بخوایم پیدا کنیم نقطه اثر نیرو کدوم دوستان این پیه این پیه برای ما خیلی مهمه مرکز سطح که ما میتونیم پیدا کنیم اما نقطه اثر نیرو رو باید پیدا کنیم که چجوری هستش فرمولش میگیم آقا ما در اینجا ایگرگ سی رو مگه نداشتیم ایگرگ سی رو ببرید اونور ایگرگ پی ما یا میشه گفت نقطه اثر ما یا اون فاصله ای که فشار بر این سطح وارد میشه نسبت به سطح آب ما برابر هستش با ایگرگ سی که ما در اینجا داریم یعنی تو به اندازه مرکز این سطح بیا پایین بعد بیا چکار کن؟ بیا از مومان اینرسی یا فرمولی که مربوط به پیدا کردن یک نقطه یا یک نقطه در یک سطح هستش بیا استفاده کن که میشه مومان اینرسی در راسته xx ایکس مومان اینرسی این سطح در راسته ایکس که از مرکز این سطح میگذره تقسیم بر آ در ایگرگ سی یعنی شما میگی آی xx تقسیم بر آ ایگرگ سی به اضافه ایگرگ سی میشه ایگرگ پی در اینجا پس در اینجا اگر که بخوایم ما در اینجا حساب کنیم که, که حالا مومان اینرسی رو هم معمولا مثلا بخوایم در نظر بگیریم برای مستطیل یا مثلث یا هر چیز دیگه به شما میدن معمولا تو امتحانات که به چه صورتی خواهد بسیار خوب اما در بحث بعدی ما میپردازیم به محاسبه نیرو بر سطوح خمیده خب ما میخوایم بدونیم که اگر سطح ما حالا اینجا مستطیل یا مربع نباشه یه سطح خمیده بخواد باشه به چه صورتیه میگیم بازم روش ما منشور فشاره اوکی اما اون چیزی که در اینجا مهمه اینه که اینجا دیگه این حالت منحنی شکل علاوه بر اینکه یه اف داره یعنی افی که داره از طرف مثل همون سطوع تخت داره از سمت کنار به این دریچه وارد میشه یه اف هم داره حالا شما از این پرسی که خب این اف و Fh اچ که ما میدونستیم تا حدودی اف چیه میریم جلو میگیم اف نیروی وارد به سطح تخته ما میگیم آقا همون سطح خمیده ای که ما در اینجا داشتیم رو تصویرش رو اگه بخوایم بگیریم میشه این سطح تخته دیگه من اینجا ادامه دادم میگم این تصویر این میشه این سطح تخته پس نیروی اون که خب ما در قسمت قبل در آوردیم گفتیم آقا میشه چی پی در آ یعنی میگیم نیرویی که مثلا وارد شده زب در پروفیل سطحی که ما در اینجا داریم اما اف چیه وزن آب دوستان توجه داشته باشید که اف میشه وزن آب یا نیرویی که از طرف گیرانش داره به این آب وارد میشه که عکس عمل اون میشه وزن آب یعنی نیرویی که از طرف اون سطح یا اون دریچه به آب وارد خواهد شد پس ما این رو هم در سطوح خمیده در نظر خواهیم گرفت برخلاف سطح تخت